Welcome to this week's episode of Sarai Afghanistan. This week we have Inayat. He's just your ordinary, everyday Afghan. So the story takes place right after the Taliban fall. And he was telling my dad, we were sitting together in a gathering, and he was telling my dad that during that time there's a lot of looting. So the story starts off with him like, oh, there's a lot of looting and everyone was just taking whatever. My dad jokingly says, oh, during all that looting, what did you take? And then boom, we're into the story. So enjoy. I just want to let you guys know, he talks really, really fast, so the subtitles go by quick. So please just pay attention. بگه بگه بود سه والی بود که ما دیدم والی دیدم والی پیچولا کایی سه چار ما اتوار با خدا که عاشم کن اگر ما خس مردم گرفته باشم خورده باشم با وزیانت خدا اما گوش نگیرم تیر کردیم یک قصه داستان دیگه ما برات میکنم که بسیار جالب است بسیار جالب است مره خود باستو نگوی که یحمق است یک وقت صوبه کیست دیگه در خانه صدلای چطلیس دو دانه سطل من صبح خیستم گفتم من میره بیارم ریاست عجا و قاف اکو دیدینی او وقت یک منزله بود در پشت سر زیبی چطلی ها رو منداختر خواهد من میدو تا صد در گرفتم آستاز صبح کی وقت است بزار بیرو بار بشه و تا صبح عج میرفتن آجی ها دم بغل دیوال رفتم چطلی ها رو منداختم هم یک شیر دلچه را گرفتم کمی بیخ دیوال خالی کردم کمیره که خالی کردم چشمم در بیخ دیوال افتید که یک دسمال یک دسمال های گل سیب نیست از این ما تو گرد در بغل دیوال افتیده وی گفتم این چی هست این صد خالی کنی بی صد پدرنانت هم اینجا مانده که باز این خالی کنم آستایی که دستم پیش کردم علی آقا همی دسماله گرفتم این دسماله تو پیچاندگی بود تو کنم که دبل او والا چی هست آست صبح وقت از دیگه که همی تو کنم سعی کنم که بیادر $8,000 است $8,000 است پنج دانه هزاری کلدار او لا گفتم خدا جان سب قیچه ها یه نگفتم یه نمیزی کمی زدم سب از بعض که خوشحال شدم صد خالی را گرفتم ترسون خانه بودم صد دیگه همون جمعان اون صد مانه یادم رفت آمدم نمیدان خانه آمدم دیگه بازم گپم زیر زینه زیر زینه است گفتم بیا کنیم زیر زینم یک دفعه بالا نرو که مادر اولادا سیاستن دیگه همیچه بیبی که چی هست خود این زیر زینه دروازه که واس کردن در آمدم سر لماندم حساب کردم که $8,000 هست کدی پنج دانه هزاری پاکستانی کلدار بارو گفت پنج صد به خدا خوار نداشتم پنج دانه صدی اوغانی پنج صد پی اوغانی نداشتم گفتم برو خدا داده تا بچهش با قرآن چه پتا بگیر دمیچم زدم میخواستم که سونی بالا برم وی گفتم صدل دیگیم چی شد او والله گفتم این صدل آورده بود صدل ما این صدل ما اندو پس رفتم پشت از او صدل پیسه را جیبم آه پیسه را زدیم در جیبم خان کردیم دیگه حالا از من سگم در اون بغل دیوال رفتم صدل چپه کردم پس خواستم که دور کنم بیایم اینجا که شما برین که باز ما اونجا از نزدیک نشان من چشم مفتید که در بغل میتر صندوق میتر ما یک چهار نفر استاد است ریش سفید یک نفر هم تو مرده واره دراز افتیده وی گفتم یا چی میکنه جا صد خالی دستم آمدم که یک ریش سفید افتیده در روی زمین این زمین جش تر از تامی جش گریه کرده گریه میکنه ما گفتم او ایام دیگه بس بکاستن ما گفتم چرا گریان چی گپ هست و دیگه گفت وای آکا گفت گپ نزن تبا تبا شد چرا یک روپی هم نداری پیسه از پیش از این گم شده ما از هچ ما ماندیم پیسه چهار پنج نفر ماندم او بایدک پیسه گفتم او والله راستی ها هی مردک زوف است او بزده دی زوف است ما گفتم کالی پیسه چی رقم بود ولی گفتم نمیتونه میگه 8,000 پیسه فرنگی بود و دیگه 5,000 هم کلدار او گوشایم بینگت کمی سوالا یک دسمال بود در کمر ازی ای رفته ما چیم در بغل دیوال جا تشنام بیرفته ای وزی که تنبان خود آواز کنه می گری دسمال آواز کنه دسمال خراب افتیده اونجا خیسته برو کنه می او الله بسار مد کاش ای زوف است آمدم بیادر ایم صده در خانه ماند در زیر بالا نرفتیم پس آمدم گفتم او اکا دالتو بیاره ازره او ازم اوزی آوردم در روی ازی زدم
یک کمک بنام از آن باید چی با فکر آمد. گفتم چرا؟ چی گفت؟ گفت میگه باز مفته. او خدایی چی رقم شدی؟ من نکرد. خوی اگر رقمی را بفت گفتم تو بخی تو بیادر پیسا پیدا میشه تو بخی. خوی را آوردم دیگه آوردمش در ریاست حج اوقاف. دروازه که در آمدم مدیریت اداریش بودی طرف. دیگه در اداری یک کسی از نام داره مدیر اداریست. این مره که دید. از امون دانورسی که مردید گفت ها گفت انجینیر صاحب خیریت است. ما گفتم باش بیادر که نمیای که زوف کده بیادر اینی جدی ترکایی میگه پیسیم گم شده دم دفتر از یاد در آمدیم بیرو بارک هم مثلا میشه پیسیسی گم شده او مره گفت آه با قرآن انجینیر صاحب گفت با قرآن دل رئیس و دل کلگی بر ازی سوختک در بدر شده یا پیسیز یا گم شده یا چندین دفعه آمدن یا بسار و از ازی خراب هستی ترست ترست گفت آن پیسه میگه اج نداریم این دیگه حالتشان است خود ای دفتر که میرسیدیم واشیم جانی بابا باز رفتیدم اوه والله چی رقم شد ما گفتم بابا بیادر تو بخی تو بخی همین نشانی پیسه تا که میگی همین که نشانی پیسه گفتم یک دفعه دیگه چشم مفتید دم مدیر یاد مدیر فهمید کیا بود یک دفعه مرید تو میکنه ما گفتم مدیر سوا میخوای چی میگی گفت هیچ گفتم تو چرا میکنی گفتم بخی پیسه تا نشانی گفتم بیتونی آنه یه خیز برای گفت که بازو فامید گفت که او انجینیر صاحب بیا خیلی که اگر تو پیسه رو یافتی که بابا برای پیش رئیس و برادر اگر عکس تا چاپ کنی بیرم بیادر بله بیا خیلی لاده و با عکس نامدیم بخی بابا چی رقم از پیسه تا گفت را کنی گفتم مجرد یا واسم جان که همی پیسه را زمین جمی دسمال کشیدم و بیادر ما دیگه من استاد هستم کمی دسماله کمی تو کشیدم این بابا اون اموزی بود یک دفعه کمی دسماله خرپوس یک چیز صدا کرده نمیست هر دو پای ریش سفید او بلیاز خدا بخی بخی که مرا گناهگار ساختی که مرا غرق گناه ساختی بخی بلیاز خدا تو بخی کار نکو دمی پایم خود انداختم پایم و پایم گرفتم آج کده میره او بلیاز بخی که مرا کشتی بیر خو خیز گفتم حساب کردیم گفتم ای پیسه تا گفت این نمی پیسه ماست سه والو ریش سفید مرا ماج میکنی ریش سفید ماج میکنی جابید. دیگه اون مدیر اوقاتش بسار تلخ است که تو چرا دادی ها چرا دادی خب ما گفتم بیادر اینه ترک باید آلو میگه خانه تو کجاست من خانه ما چی میکنی میگه بیگه زمین ما گفتم نه پیسه عجتان است عجت میریم خب گپ در راپور در رئیسی رسید تا که رئیس آمد ما وقت برآمدم گمش که حالا گپ کلان میشه یاره گفتم بیا که خانه ما نشانه بدم آوردم دیدم بغل که زینه گفتم اینم خانه ما سه نمیشه گفت نه خلاص با خانه را دیده بود گمال ما چی کنم ما گفتم برای ما یه چیز نکو فقط در محج که رسیدی یک دعا کو برو بخیر با امان خدا قصه کوتا یک ساعت قدر شد تا خانه که آمدیم مادر کرشما گفت کجا رفتی توی قدر دیر کردی؟ یک چتلی خاک اندازار انداختی من گفتم هیچ خود نبشد اون دکاندار مرا گیر کرد در قصه من مانده میشه دوشه دوشه قصه را خواه دادم و یا نگفتم یک روز و دو روز سه روز دکاندار را کلش خبر شده بودن یک کش آمده در دخترکم قصه کرده که پدرت نقا پیسه یافته بود او را مردکه را پس داد اوی گپ در گوش حفیظه رسیدنه مرا چه میگم از تو باره کودن دیگه در دنیا نگم چرا؟ اوی پیسه رو یافتی رفتی پس برسو دادی او زنکا تو خو میگی همی پیسه پدر نالت خو بسیار پیسه هم بود او وقت ما گفتم خدا شاهد است کمیریش سفید هم دیدم که تا ایجا گریان کده بود اینمی 40 سال دیگه هم که برای ما خدا نفس میداد او پیسه رو ما میخوردم همه او سحنی از او یاد ما نمیرفت که زوف کده بود ما همی کار کدم هرچی که شد برو توکل به خدا در او حالتی که من 500 به خدا نداشتم در خانه من این کار کردم برای برو گفتم خدا مهربان است این حال ببینین خوار که همه چیزهای دنیا را که من میگم یک امتحان است امتحان است همه چیز زندگی تیر میشه خوار همون را من میگرفتم از اون مچم 10 سال شد یا 9 سال شد یا 8 سال شد کم شد زیاد شد حال میخورد میشه نمیمانی اما همو سنها همو قده ها همو چیزها همه میمون آه اگر ما پس همو پدر نالت سطل یادم نمیرفت دوباره پس نمیرفتم پیس از ما بود ما دیگه کسر نمیدادم از ما از دیگه خلاص هم. اما ببینین این همی هم خودش یک امتحان خداوند است ما چیم که مرا چی رقم یک امتحان کرد اول مرا خوب و شار که ساخت پیسام داده ما گفت نه بچه تو بسیار لودام هستی بی اقلام هستی پس از پیشت میگیری میشه 5 دقیقه در جیبت نمیمانه 5 دقیقه بعد مرا خرساخ رفتم پس دوباره پیسی مردکه را برش دادم الله اکبر بگی این رای راستش است
میگه همو یک ضرب المثل پنج شیری هستک میگه گر نقل و کباب هم بخوری میگذرد. ببینید چقدر خوب گفته. گر نقل و کباب هم بخوری میگذرد، تر کرده با آب هم بخوری میگذرد. اگر نان تا آب هم تیر کنی میگذرد، اگر یک در پلو هم بزنی میگذرد، همو شب میگذرد، نمیمانه باقی، همو خاطرش میمانه. Thank you guys for watching this week's episode. If you guys really enjoy it, boom, click that button right there to subscribe. If you didn't like it, I'm sure you're some sick, twisted person that enjoys torturing puppies. Click right here for last week's episode of Saturday Afghanistan, The Traveler. If you want to watch the trailer for the series, click right here featuring Afghanistan's first rock band, Kabul Dreams, featuring their song, Sadai Man. And make sure you guys tune in next week, next Wednesday, for the next episode.